اجازه دهید سوال بعدی را از خانم شینکی کروخیل بپرسم. آیا امتیاز مثبتی که قانون اساسی افغانستان به زنان قائل شده است راهکار درستی بوده؟ خانم شینکی کروخیل. تشکر در نمادن از این برنامه از بنیاد مولانا. سلام ویژه بر خانم های که برنامه اشتراک کردن، خانم دکتر سرید و خانم انارکلی دوست خوب من. سلام بر سفیر صاحب محق و همچنان آقای سیاوش و دیگر دوستانی که اگر این برنامه اشتراک کردن. اول تر از همه روز جهانی زن را به تمام خانم ها و سرنت آقایون برای خانم هاشان تبریک میگم و امید از اینکه واقعا زن افغان و یا در مجموع زن مسلمان از حقوق حقی خود برخوردار شود. خب معمال برای سوال شما که قانون اساسی افغانستان واقعا آن چیزی که برای تضمین حقوق شهروندی یا حقوق اساسی ادبای افغانستان چی مرد و زن باشم و فکر نکنه که از قانون های خیلی خوب منطقه و شاید هم بعضا در جهان بوده باشه. برای از اینکه در این قانون هیچ بدتری بر کدام کسی داده نشده، بلکه در مواردی که بتانند مثلا به خاطر عدالت جبرانی کار کرده باشن و خشونت ها یا تبعیضی که همیشه علیه زن ها صورت گرفته به اندازه اون را جبران بکنن، مانند ایجاد کردن وزارت امور زنان است، کمیسیون حقوق بشر است، صحنه بندی و یا اسلام و سیت های ریزرف برای خانم ها در پارلمان افغانستان است، و یا مثلا مواردی که مساوی بودن حقوق و مکلفیت های زنان و مردان در برابر قانون است. تمام این مسائل است که واقعا من فکر میکنم نیازش بوده، خصوصا که زنان افغانستان یک دوره خیلی تاریکی را که چی زمان کمونیست ها باشن برای از اینکه ایدئولوژی وجود نیست که مخالف زنها نبوده، اما انقدر مسائل زیر پاشن که زنان افغان زیادتر متضرر شدن و یا در جنگ های داخلی که از تنظیم های جهادی زنان متضرر شدن و ما دیدیم که حتی زنها به خاطر حفظ حیثیت آبروی خود خودکشی کردن. و در زمان طالبان من فکر میکنم زنان کاملا از حقوق مدنی خود محروم بودن و فقط اسیران خانه های خود بودن. یعنی پس نیازی بود که ما اقلا یک کار شود در قانون اساسی و اساس قانون مادر و یا اساس تمام قوانین دیگر افغانستان است نیازش بود و من فکر میکنم به حرکت خوبی با وقتی صورت از مشکلاتی که فعلا وجود داره یا قبلا وجود داشت برخواسته از سنت های و از عدم تطبیق قانون است، نه در خود قانون. خب متاسفانه مثل که خواهران و برادران صحبت هایی را داشتن مقامت همیشه از صورت گرفتن. متاسفانه ممالک اسلامی خودشان بخاطر اهداف شومی که اینا در منطقه دارن آنقدر را بسلا بر اسلام افراطی یا بر گروپ های بسیار افراطگرا کار کردن برای از اینکه اونا را باعث یک نیروی برای تطبیق اهداف خود از استفاده کنن و پیامت های منفی از این زیادتر متوجه خانوم ها بوده است. غیر از اون ما هم در یک جامعه سنتی که متضرر از جنگ شدن و همچنان اقتصاد خراب، عدم حاکمیت قانون در سراسر افغانستان، تمام از این مسائلی هست که ما را با چالش های عجیب و غریب رو برو کردن. امروز میخوام که مثال بتونم که وزارت امور زنان یک ابتکار خوبی کرده بود و مثل بساطی کبیر بزرگ که از ولایت مختلف خانم ها را خواسته بود و بعض از وزرای کابینه هم اشتراک کرده بود، روز جهانی زن تجلیل میشد و چون لایف بود و ما وقتی که تبصره از جوانان را میدیدم و آقایان را میدیدم و کن ما متاسف شد که نخوا اهل قلم و باسواد هستن و حتی به این باور بودن که مردا چرا دو برنامه ششته این خوب بسیار الفاظ بد میدادن در حالی که بیخبر از این که ما مراسم حج را زنان و مردان یک جا مشترک هم مراسم اجرا میکنن وقتی که در اونجا ما اجازه داریم چرا ما در تدلیل یک روز جهانی زن ما نداریم
و یا توهینی که بر وزید میکردن و یا بر خانمهای دیگه میکردن واقعا ما رو مایی ساختن. این دیدگاه زنستیزانه که رنگ و بوی اسلام برش میدن واقعا نگرانی بسیار جدی هستم و من قسمی که گفتم که متاسفانه استخبارات منطقه چی در ایران باشه و چی در پاکستان واقعا برای افرادگرایی خیلی کار کردن و با خاطر هر مشکلی که نادارن و از نام اسلام استفاده کردن و متاسفانه قرارهای غلط اولین صدمهش را زنان میبینن و خصوصا زنان افغانستان واقعا صدمه دیده و صدمه خواهد دید. تشکر از شما خانم کروخیل. خانم کروخیل اجازه دید که از شما بپرسم، آیا در افغانستان تبعیض ساختارمند یا همان نگاه سنتی که مانع حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی گردد وجود دارد؟ کاملا وجود دارد و باید بگم که شاید تعداد محدود باشد در خود ساختار سیاسی مملکت، در حکومت افغانستان که شاید رئیس جمهور، خانم اول افغانستان و یا شاید چند نفر محدودی باشد که از حضور و یا مشارکت معنادار زنان حمایت، در حال اینکه دیگران موافق نیستند. شما ببینید که چقدر زنان افغان در خود قوی لابی کرد مثلا ملی و بین المللی با گروپ های مختلف در تماس بود که حضور زنان بیشتر در مذاکرات صلح باشند، برای اینکه دیگر زنان باید مثل که از جنگ صدمه دیده و در جنگ بازنده باشد در مذاکرات و یا در صلح بازنده نباشد. و همچنان ما با این باور هستیم که اگر صلح توزید خانمه های حمایت نشود صلح پایدار نخواهد بود افغانستان، در حالی که وقتی که رئیس جمهور و یا حکومت افغانستان بنابرای مشکلاتی که داشت و مجبوریت هایی که داشت به خاطر یک اجماع سیاسی بین سیاسیون افغانستان وقتی از نالست میخواهند و که اونا اشخاص خود را معرفی بکنه برای مذاکرات، ببینید که فقط در حلقه مردانه محدود مانده، یعنی اونا معرفی زن را معرفی نکردن که نمایندگی بکنن از تنظیم یا از حزب سیاسیشان، از جریان سیاسی، حتی گروپ های قومی و هر کسی دیگری که بودن. یعنی انتظار میرن که نخبگان سیاسی مملکت، احزاب سیاسی مملکت اونا حمایت بکنن. اگر معرفی کردن در کابینه هم باشن بسیار مشکل، اما جریان های سیاسی یک خانم را که اون هم این بار دکتر صدیقی فشاری که آورد که باید دکتر عبدالام دو خانه معرفی کنه و خودشان دو خانه معرفی کرد. یعنی اگر این فشار نمی بود که خب یک کشور باورمندی ارادی سیاسی خود رو جمهور، اما فشارهایی که خانمای افغانستان هم می آورد و می گفت که خانمها باید بیشتر در کابینه باشن، در پست‌های بلند باشن، در تصمیم گیری ها شامل شوند و همچنین در پروسه صلح، اما باز هم کسانی که باید اما سهمی که خودشان ادعا کردن که باید سهیم باشه در قدرت، اونا زنان را معرفی نمیکنن. یعنی انوسم اما دیدگاه مرد سالار زن ستیز در بین نخبگان سیاسی مملکت وجودی دارن و یا شاید باورمند نباشن و یا یکی که انوسم اما زن پذیری باشن مشکل است که زنان هم میتونن مانند مردان کار بکنن، بلکه صادقانه تر کار کرده میتونن، اما شاید از گروهشان نبوده و شکل از اون نمیاندیشن، در منافع شخصی و گروهی زنها شامل نبوده، بعض معاملات و تعاملات را نمی کنن زنها و بخاطر اندوز هم همی تبعیضی وجود دارن و ساختار افغانستان باز هم یک ساختار سیاسی مردان است. شما مشخص به نقش تعدادی از زنها اشاره کردی، بگذاری که از بیشتر از شما در این مورد بپرسم. یکی از خانم‌ها که وزیر معارف افغانستان پیشنهاد شد و رأی نیاورد، آیا به نظر شما او خانم مستحق بود که پیشنهاد شود؟ و همچنان یک خانم دیگری که پیشنهاد شده بود تذکره تابعیت دست زده بود و سن خود فکر میکنم بالا برده بود که با وزارت برابر شود. خب این در واقعیت یک حرکت به نفع زنان نیست، بلکه یک حرکت سیاسی به نفع یک گروه کوچک است. ما از تذکره و تذکرستان خبر ندارم، خبر از کجا شد؟ در قسمت وزیر برای معارف یک سی باید بگم که
متاسفانه که وقتی که مسئله زن نشان گاهی سر خودش گپ زده میشه، گاهی سر لباسشان گپ زده میشه، گاهی سر زندگی شخصیشان گپ زده میشه، گاهی سر تذکرا و تابعیتهایشان گپ زده میشه. در حالی که ما وزیر سرپرست داشته به نام آقای ربانی 5 سال سرپرست وزیرمون و تذکره و تابعیت انگلستان داشت، اما برای پارلمان فرانسه این مسئله مهم نبود. یا وزیرای ما داشتیم که ما در وزاره مهمه که تا صف 8 و 9 خوانده بودن و از دارالعلوم خوانده بودن، حتی مکاتب را نخوانده بود، پنتون خوب از جایش، اما هیچ وقت سر از اون انگوش انتقال بلند نشد. در قسمت معارف باید بگم که خانم رنگینه حمیدی شاید بسیار یک خانم با تجربه بسیار بلند نبوده باشن، اما یه برطانیم که صادقانه اگر این خانم رو معارف خدمت نکنه خیانت نمیکنه. متاسفانه معارف افغانستان سیاسی شده میره و وقتی که برای تنظیم های جهادی وزارت خانه های مهم و کلیدی و بنیادی مانند معارف داده میشون، وقت و میفهمن که چطور ازی به خاطر سیاستشون میخواد استفاده کنن، اگر برای انتخابات باشن و یا برای قراردادها باشن. خیانت هایی که به معارف توسط وزارای معارف صورت گرفت قابل بخشش نیست. من فکر میکنم که زنان به هر صورت مطابق توامندی خود کار میکنن، اگر بهشان فرصت داده شوند حمایت شوند و تیم امروشان همکاری بکنن. خانم کاروخیل، به عوض خانمایی که نام گرفتیم، اگر شکریه بارگزای، اگر فوزیه کوفی، اگر خانم ارشادی یا شما یا در همین ردیف پیشنهاد می شدن، بهتر نبود نسبت به اونایی که نقض تحصیلی یا نقض دیگری داشتن؟ نقض تحصیلی و ما طرفداری از این نیستیم که این خانم بیای اون خانم نبیه، و طرفدار خانم ها هستیم، اما وقتی که یک خانم در صورتی که معرفی میشد باید حمایت شود. هدف ایست که به نام خانم اگر هر کس حمایت شود، خب اینجا هم یک مقدار جفا میشه برای شایسته سالاری. ببینن وقتی ما شایسته سالاری میگیم، خانمای شایسته زیاد است که معرفی شوند، چرا به عوض اونا کسای معرفی میشن که دوسیه دار یا به اصطلاح به بهانه‌ای که زده میشن اینا معرفی میشن؟ ببینین، ما هیچ کدامی از این 4 سال که معرفی شده دوسیه ندارن، جعلام نکردن، خانمای متعهد هم هست و خانمای کارا هم هستن. بیره بر شما ایت مینام نگیم و ما کسایی را داریم که سایب دوسیه هم هست، معرفی هم شدن، کامیاب هم شدن. بله بله، از شما تشکر خانم کاروخیل.